انقلاب ایران به زنان عاملیت و توانمندی بیشتری داد یا آنها را در قید و بندهایی گذاشت که پس از 40 سال از آن رهایی نیافتند؟ انقلاب نیروی زنان برای ورود به عرصه‌های سیاسی و اجتماعی را آزاد کرد یا آنان را اسیر فقه اسلامی کرد؟ سلام، انقلاب ایران کم تناقض ندارد، از جمله در حوزه توانمندی زنان. این انقلاب میلیون‌ها زن را به خیابان‌ها کشاند و در ادامه هزاران زن را به فعال سیاسی حرفه‌ای تبدیل کرد. شماری از این زنان از زندان‌ها سر درآوردند و حتی اعدام شدند. میلیون‌ها زن را این انقلاب به صحنه‌ای کشاند که پشت جبهه نامیده شد. شمار زنان تحصیل کرده را به مراتب افزون کرد و جنبش زنان را در صف مقدم خودمختاری و عاملیت انسان ایرانی قرار داد. اما این انقلاب فقه اسلامی را بر حریم خصوصی و فعالیت اجتماعی زنان حاکم کرد. زیست روزمره زنان را در بند قوانین تبعیض آمیز کرد. حجاب اجباری را بر آنان تحمیل کرد و در عرصه ورزش و موسیقی آنان را به شهروند درجه دوم تبدیل کرد. با این تصویر پرتناقض، آیا می توان جوابی برای این پرسش یافت که زنان ایران در نتیجه انقلاب 57 توانمندتر شدند یا ضعیفتر؟ اگر چنین توانی ایجاد شد، ناشی از انقلاب و نظام برآمده از آن بود یا به رغم انقلاب و نظام حاکم؟ سوده راد، کنشگر و پژوهشگر برابری جنسیتی، میگوید آنچه که توانمندی زنان در 4 دهه پس از انقلاب ایران نامیده می شود محصول انقلاب و جمهوری اسلامی نیست. اما نیره توحیدی، استاد دانشگاه در کالیفرنیا، میگوید عاملیت و کنشگری زن ایرانی در دوران انقلاب و پس از اون حاصل کار و فعالیت خود زن ایرانی بود و نه دستوری و از بالا. خیلی خوش آمدید خانم توحیدی. میشه به ما بگید منظورتون چیه و در نتیجه انقلاب ایران زنان ایرانی چه جور عاملیت و توانمندی یافتند؟ ببینید، همونطور که شما گفتید این فرایند پرتناقضه و اصولا وضعیت زنان در این 40 سال و امروز خیلی ضد و نقیضه. انقلاب و فرایند انقلاب طبیعتاً فرصتیه برای عاملیت کسانی که در انقلاب شرکت کرده بودند، از جمله زنان. و در این زمینه به خصوص زنان سنتی شهری که معمولاً قبل از انقلاب به خصوص بیشتر اندرونی بودند و در حاشیه بودند، انقلاب بخواهیم نخواهیم فرصتی ایجاد کرد برای اینها که وارد صحنه اجتماع بشن و این خودش یک فرصتی برای اینا ایجاد کرد که از توانایی‌های خودشون اطلاع پیدا کنن، به خودشون بیشتر اعتماد به نفس پیدا کنن نسبت به خودشون. و به طور طرفه وقتی که آیت الله خمینی به زنان گفت که باید در صحنه حضور داشته باشن و برن تو تظاهرات شرکت کنن، این رو حتی نوعی تکلیف شرعی تعیین کرد و گفت حتی اگه همسرانتون، پدرانتون مخالفت کنه، شما برید و در انقلاب شرکت کنید، در تظاهرات شرکت کنید. در حالی که برای فرهنگ سنتی و اسلامی ما زن اصلا قرار نیست تو خیابون باشه، قرار نیست که بره داد بکشه، تظاهرات کنه، حقش رو بخواد یا موضع سیاسی بگیره. بنابراین همه این یک زمینه ای شد برای اینکه به خصوص برای زنان سنتی فرصتی در واقع فوران عاملیت بود. و این در فرایند خودش اگرچه اوائل برای نظام جدید مطلوب بود این، ولی به تدریج به خاطر اون وعده هایی که داده بودن، اون یوتوپیای بهشت اسلامی که وعده داده بودن عملی نشد و برعکس حتی زنان سنتی با متوجه شدن که چقدر حقوقشون ضایع میشه و در فرایند خصوص جنگ و از دست دادن حتی غیر از حال شوهرانشون، پسرانشون،
پدرانشون دیدن که بچه هاشون هم دارن از دست میدن، وقتی که اینا رو بچه هاشون هم حتی میگرفتن و میدادن به خانواده پدر. یعنی زن متوجه شد که اون عدل اسلامی شامل حال اونا به هیچ وجه نمیشه، خطر هوو هست. با برگشت قوانین شریعت به صورت همون قدیمی خودش و لغو قانون حمایت از خانواده، اتفاقا غیر از اینکه حالا زنان بسیار مدرن طبقه متوسط و زنان شهری که قبلا هم حضور اجتماعی داشتن خیلی متضرر شدن، زنان سنتی هم متوجه شدن که این حکومت بسیار مرد سالار و بسیار تبعیض‌گراست به نفع مردان و چند زنی سیغه امنیت حتی خانوادگی این زنان رو به خطر انداخت. حالا برای همین باید دید که وقتی میگیم عاملیت، اولا خود کلمه عاملیت لزوماً نتیجه مثبتی نداره. اگه اون فعالیت و عاملیت زنان در خدمت صرفا مثلا حفظ یک نظام سیاسی مرد سالار تبعیض‌گرا باشه، ولی اون موقع به نفع زن و به نفع توانمندی زن خواهد شد که همراه با خودآگاهی جنسیتی و خودآگاهی شهروندی و حق طلبی باشه. و این فرایندی بود که من میگم اون وقت خیشکاری خود زنان بود از خود محرومیت هایی که زنان دچار شدن و آگاهی های جدیدی که به دست آوردن و در فرایند این یاد گرفتن با خلاقیت ها و مقاومت های خودشون که چگونه با نظام جدید وارد چونه زدن به نوعی و گفتگو و حتی مبارزه بشن. خانم راد، شما فکر میکنید اون چه که عاملیت بیشتر زن ایرانی نامیده میشه در بعد از انقلاب، این ناشی از خود انقلاب نیست، ناشی از محصول انقلابی که جمهوری اسلامی باشه نیست؟ ما بگید چرا؟ قبل از هر چیز فکر میکنم خیلی مهمه که ما اشاره کنیم ما وقتی در مورد زن ایرانی صحبت میکنیم ناخودآگاه و متاسفانه گاهی آگاهانه یک سری از زنان ایرانی رو به حاشیه میرونیم. یعنی ما وقتی راجع به زن ایرانی حرف میزنیم معمولا عادت نداریم راجع به یک زن مثلا ترانسجندر همجنس خواه سنی مرزنشین صحبت بکنیم که لزوما یک تصویری از زن ایرانی به ذهن ما نمیاره و اونها طبیعتاً و متاسفانه هر چقدر ما بگیم عاملیت زن ایرانی بیشتر شده اونها عاملیت کمتری دارن و این در تمام بحث‌های جامعه شناسی و گفتگوهایی که اینقدر فشرده است باید حتما در نظر بگیریم. اما وقتی که در مورد انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، اصلا هر انقلاب و هر برهه تاریخی صحبت می‌کنیم نمی‌تونیم به صورت ایزوله در مورد یک مرزی به اسم ایران صحبت بکنیم. ما در مورد 40 سال پیش تا الان صحبت می‌کنیم. من 40 سال پیش به دنیا نیامده بودم و در واقع اون چیزی که زیستم انقلاب اسلامی بوده، جمهوری اسلامی بوده و از وقتی که یادم میاد جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیمی که فقه اسلامی در صدرش بوده از زنان هر جا که لازم بوده استفاده کرده به عنوان نیروی انسانی و به اونها فرصت داده که بیان خودشون رو به عنوان یک نیروی انسانی در اختیار آرمان‌های جمهوری اسلامی قرار بدن. در عرصه سیاسی بیاد رأی بدید، در عرصه اقتصادی وقتی که پشت جبهه اتفاق میفته بیاد پشت جبهه جهاد اقتصادی بکنیم، در عرصه خانواده زن مادر است، همسر است، در عرصه در واقع اجتماعی زن باید خانه نشین باشه، حقوق اجتماعی کمتری داره و اینها همینطور هی داره فشار بهش وارد میشه. اینکه فرصتی به وجود میاد به این معنی نیستش که وقتی زن ایرانی از اون فرصت استفاده میکنه پس عاملیت بیشتری داره. ما در سال اخیر به خصوص دیدیم که زنان خودشون خودجوش گاهی اوقات با شرکت در کمپین های مختلف شروع کردن اتفاقا عاملیت رو به چهره خیابون آوردن. برای مثال روسریشون رو زدن روی چوب آوردن بیرون، در واقع نشون دادن که ما با حجاب اجباری مخالفیم و این دقیقا اون تعریفی که ما از عاملیت حالا در زبانهای لاتین از ایجنسی میدونیم، این که یک نفر بتونه بر تفکر خودش کنترل داشته باشه، بر زندگی خودش، بر انتخابهای خودش و از نتایج اون انتخاب خودش هم با خبر باشه. طبیعتا کسی که روسریشو ورمی داره و اینطوری سر چوب میزنه میدونه که قراره باهاش یک مخالفتی بشه. اما این حرکتای اعتراضی زنان ربطی به انقلاب نداره به نظر شما؟ یعنی انسان ایرانی و
طبیعتاً زن ایرانی با انقلاب متحول نشد و اون وقت اون محدودیتایی که شما گفتید زن ایرانی بیرون اومده از انقلاب باهاشون نجنگید و این عاملیت نیست. ادامه صحبت ها میخواستم بگم که طبیعتاً اون فشاری که از انقلاب اسلامی و بعد قوانین که بلافاصله نشون میده که چطور این جمهوری اسلامی بر اساس تبعیض جنسیتی ساخته شده، فشاری که میاره این سوال رو در ذهن هر کسی به وجود میاره، همونطور که خانم تویدی خیلی خوب گفتن، این عاملیت رو یکم انگیزه بهش میده که یک نفر بخواد بگه نه دیگه بسه، من دیگه نمیتونم تحمل کنم این همه تبعیض رو. اما در عین حال باید بدونیم که ما الان در سال 2019 هستیم، فناوری اینترنت بوده، فقط ایران گذشته نبوده، من فقط از مادرم نشنیدم که ایران قبل از انقلاب چطور بوده، اصلا دانش جنسیتی و عاملیت جنسیتی در سراسر دنیا تغییر پیدا کرده و ما واقعا نمیتونیم بگیم که اگر که انقلاب اسلامی اتفاق نیفتاده بود زن ایرانی، زنان ایرانی الان کجا بودن. این خیلی مهمه خانم توحیدی، ما میگیم زن ایرانی بعد از انقلاب، ولی اون روندهایی که پیش از انقلاب ایران شروع شده بود، آیا اگر انقلاب نشده بود زن ایرانی رو به اینجا و چه بسا جلوتر از این نمی بردن؟ میدید در خب تاریخ و جامعه شناسی کمی اگر و اینا مشکله، ولی به نظر من همونطور که خانم سودراد اشاره درستی کردن، امروز من همیشه تو نوشتهام تاکید میکنم که برای ارزیابی وضعیت یک جامعه ما به خود اون جامعه نمیتونیم اکتفا کنیم، به خاطر اینکه ما وارد عصر جدیدی شدیم الان چند دهه است که عصر جهانی شدنه، جهانی شده است و من خودم مثلا زاویه‌ای که مسئله رو تحلیل می‌کنم زاویه گلوکال یا جهانی محلیه. بله. یعنی ایران هم اساساً فرهنگش، تحولات فرهنگی که کرده، تحولاتی که در پیشرفت تجدد شهری شدن، اگر زمان رژیم گذشته حدود 50% مردم شهری بودن، امروز بیش از 80-70% مردم شهری شدن، به تلویزیون دسترسی دارن، به اینترنت و به ساتلایت دسترسی دارن و با گفتمان‌های جهانی آشنا شدن، با توقعاتشون تغییر کرده، با سواد شدن، همه اینا هم قرار بود پیش بیاد به علی رغم هر رژیمی. خب ببینید در واقع در تایید صحبت‌های سودی راده، اما چرا فکر می‌کنید علی رغم این پیشرفت تکنولوژی، این روند جهانی‌گرایی، این انقلاب ایران عاملیت زن ایرانی رو افزایش داد؟ مهمترین مانع الان قوانین ایرانه و سیاست‌هایی که حکومت می‌ریزه، ولی در خود جامعه البته که تحول شده، البته که دیدگاه‌ها بهتر شده، مثلا راجع حتی به اقلیت‌های جنسی دیدگاه‌های مقدار عوض شده. ربط می‌دید به انقلاب؟ یک بحثی در میان جامعه شناسان هست، جامعه شناسان خاورمیانه و انقلاب ها، یک بحث اینه که معتقدن جوامع خاورمیانه باید به صورت ایرانیک سکولاریزیشن، یعنی مثلا عرفی شدن طرفه یا غیر منتظره، یعنی درست بعضی ها حتی به شوخی میگن که عربستان سعودی هم باید یه انقلاب اسلامی توش بشه یا مثلا در جاهای دیگه، یعنی مردم بفهمن که کجای فرهنگشون اشکالای اساسی داره. ما در انقلابی که در ایران کردیم با گوشت و پوستمون حکومت دینی رو، حکومت مذهبی رو تجربه کردیم و این زنان ایرانی رو بیدار کرد و این بیداری ایجاد کرد، یعنی ما رو متوجه کرد که یه سری از اشکالای ما از دیدگاه‌های غلط، حالا بگیم تفسیرهای مرد سالارمون غلط از دینمون هستش. و ببینید شما چقدر تحول در اندیشمندان و روشن اندیشان دینی یا نوگرایان دینی یا نو اندیشان دینی به وجود اومده، یعنی در خود دین اسلام شاید ایران یکی از پیشروان شده که بگه کجای کار ما اشکال داره و پیشروان این که ما نباید دین رو قاطی دولت کنیم. اینها خودش بله به نظر من دستاوردهای این انقلاب به صورت طرفه بود، یعنی عکس اون که انقلاب میخواست. زنان هم همینطور، یعنی زنان متوجه شدن که چگونه میتونن، حالا اگر دین باور هستن، دینشون رو جدا کنن از سیاست و از قوانین فقهی و بیان نخرن این حرفو که
بخوای نخوای این حکم الهی است و تو باید درجه دو باشی. میشه به این ترتیب چنین خلاصه کرد صحبت خانم توحیدی رو که گویی زنان ایرانی یک مرتبه به یک مانع برخوردن و برای فائق آمدن بر این مانع عاملیتشون افزایش پیدا کرده. به عبارت دیگه انقلاب نه در راستای اونچه که رهبران اون انقلاب میخواستن، بلکه به رغم اونچه که پیش اومد عاملیت زنان رو اضافه کرد و این نتیجه ایه که امروز میبینیم و باعث شده که جنبش زنان اینقدر فعال باشه در مقابله با چالش هایی که پیش روشه. من موافقم که برخورد با یک مانع بزرگ، هر مانعی موجب میشه که توانایی های درونی یک جنبش یا حتی توانایی های درونی فردی خودش رو بروز بده، خودش رو به نمایش بده و خلاقیت ایجاد بکنه. اما اینکه بخوام بگم که انقلاب اسلامی موجب شد زن ایرانی به عاملیت خودش پی ببره، کاملا باش مخالفم. به این دلیل که انقلاب اسلامی به عنوان یک مانع بود و اگه اینطور باشه هی بعد همونطور که شما گفتین به صورت آیرونیک یا خنده‌دار یا به عنوان یک لطیفه بگیم توی هر کشوری بعد یه انقلاب اسلامی رخ بده تا بفهمیم که بده. خب این من فکر می‌کنم که ما رو به این نکته از اول میگم، من فکر می‌کنم ما رو به این نکته میرسونه که چه کسانی انقلاب کردن و چه کسانی فهمیدن که اون چیزی که ساختن، اون آرمانی که ساختن در واقع یک مانع بوده و الان ما داریم از عملیات چه کسانی حرف میزنیم برای اینکه تغییر بدن این مانع رو. ما هنوز داریم در مورد شروط ضمن عقد صحبت می‌کنیم که اینطوری مورد سرکوب دولتی و رژیم در واقع قرار می‌گیره. ما هنوز داریم در مورد مالکیت بدر مزن خودش صحبت میکنیم، در حالی که توی کشوری هستیم که زیبایی ظاهری مطابق بودن با استانداردهای جهانی به عنوان یکی از در واقع المانهای عاملیت زن اتفاقا داره تعریف میشه، چون اون زن دیگه چیزی نداره که بخواد عاملیتش رو ثابت کنه. تحصیلاتش که به درد نمیخوره، باید بره توی خونه خونه دار باشه، کار خونش هم دیگه به درد نمیخوره چون که کارآفرینی زیرزمینی وجود داره که کار رسمی نیست، بدون بیمه بدون هیچی و از بیرون سفارش میدن. تنها چیزی که واسه عاملیت این زن میمونه میشه همون چیزی که در دوران ویکتوریا بود، زیبایی زن ایرانی برای اینکه بخواد جراحی بکنه، لوازم آرایش استفاده بکنه. دقیقاً. و این موجب میشه که اون وقتی ما از عاملیت حرف میزنیم دیگه برسیم به عاملیت فردی. ولی همین حرکت‌های فردی، عاملیت‌های فردی به تدریج اثرات اجتماعیش رو گذاشته. ببینید شما خود همین مسئله حجاب رو بگیرید. از همون اول که اینا اومدن به تدریج حجاب رو، اولش که خب شدید زنان مقاومت کردن، ما اولین تظاهرات اجتماعی یادمون باشه مال زنان بود، هزارها نفر زنان ریختن تو خیابونها خودجوش و یک هفته تمام اعتراض کردن که ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم، آزادی برابری جهانی است، نه شرقی است نه غربی است. اینا خیلی ارزش‌های مهمی بود، حرف‌های مهمی بود که منتها با عقب نشینی موقت که به واسطگی آیت الله طالقانی صورت گرفت و بعداً جنگ، ولی که همه رو ساکت کرد. همیشه جنگ ها به خصوص زنان رو منکوب و ساکت میکنه که الان فعلا خطر جنگه. 8 سال و بعد عملاً یعنی سالها مجبور به سکوت شدن زنان و رفتن بیشتر مطالبه و کارهای مثلا که چرا اینطور شدی کردن با خود با گروه های کوچیک و تو خونه هاشون، ولی به تدریج زنها شروع کردن دوباره اومدن به اجتماع. یعنی یکی از دلایل اینکه امروز ما زن ایرانی رو میبینیم در عرصه های درخشان درخشیده واقعا و عاملیت خودشو توانمندی خودشو علی رغم محدودیت ها نشون داده اینه که حضور اجتماعیشو حفظ کرده. نه تنها زن سنتی از اندرونی اومد بیرون و در یه سری عرصه هایی فعال شد، زنان مدرن و سکولار و متجدد هم که بنا بود با فشار حکومت برن تو خونه هاشون کاراشون رو خیلی هاشون از دست دادن. اونی که قاضی بود مثلا خانم عبادی به منشی دادگاه تبدیل بشه و غیره، ولی عملا این زنان با حضور دائمی خودشون دائما روزمره مبارزه کردن و هی یه قدم جلو دو قدم عقب اومدن جلو. و همین سر حجاب شما نگاه کنید، امروز حجاب شرعی و اون چه که اینها میگن حجاب برتر یعنی چادر و مقنعه و غیره تبدیل شده به یک روسری کوچیک و خیلی از زنها با
اینو خود زنو انجام دادن با مبارزه مداوم و پیگیرشون. شما ابتدای صحبتتون اشاره کردید به تظاهرات وسیع زنان علیه حجاب اجباری و بعد رسیدید به حرکت‌های فردی زنان در زنان آیا این نشون نمیده که انقلاب و روندی که از انقلاب تا امروز ادامه داشته در واقع اون عاملیت جمعی رو کاهش داده به عاملیت‌های کوچک فردی و این خیلی تفاوت مهمیه. بله معمولاً در حکومت‌های استبدادی که نمیگذاره نهادسازی بشه، نمیگذاره حرکت‌های جمعی و گروهی بشه. مثلا ما یه دوره‌ای داشتیم، کمپین‌های کلکتیو گروهی داشتیم، کمپین یک میلیون امضا، کمپین رفتن به استودیوها، کمپین علیه قانون سنگسار و انواعش. اینا جاش رو به عملیات میلیون‌ها زن ایرانی منفرد داده. ایرانی که روزمره، یعنی به قول خانم براد، همین که یعنی امروز حتی ماتیک زدن و نشون دادن بخشی از مو یه نوع مبارزه شده، یک نوع مقاومت شده. من با شما موافقم که این یک نوع مقاومته، اما اینکه ما نگاه کنیم اینجا در استودیوی قشنگ بی بی سی فارسی و بگیم این بدحجابی، اگر اسمش رو بذاریم بدحجابی، این انتخاب نکردن این انتخاب نکردن حجاب برتر اونها یک مبارزه است، این خیلی قشنگه. ولی از اون فردی که این کارو میکنه بعد بپرسیم آیا تو داری مبارزه میکنی؟ آیا این برای تو انتخاب آزاد توست یا فقط داری توی همون چیز که شما اشاره کردین داری میری به سمت استروتایپ یا پیش داوری یا این قالب زن زیبا؟ عملیات یا اون چیزی که در انگلیسی ایجنسی نامیده بله. میشه در تعریفش وقتی دقیق میشیم میبینیم معنیش فهم خود کنشگر از حرکت خودشه. دقیقاً نکته منم همینه. شما و من از حرکت دقیقاً خیلی ممنونم که اگر یک زن احساس کنه که با این عمل با اون حرکت توانمندی براش ایجاد شده اونه که بهش عملیات میده و اون عملیات در ادامه میتونه به چیزهای دیگه بیانجامه، از جمله شرایط کنونی که به گفته خانم توحیدی شبیه، اگر بخوایم اون مثال رو به کار ببریم، شبیه این است که جمهوری اسلامی نه بلکه انقلاب یک موجودی رو از شیشه آزاد کرد که این موجود آزاد شده از شیشه در نتیجه انقلاب رو جمهوری اسلامی نتونسته برگردونه داخل شیشه. من اجازه میخوام، اولا خیلی ممنون، خیلی به خوبی شست و رفت توضیح دادین چیزی که من میخواستم بگم. علاوه این که بله من هم با شما موافقم که اون فرد خودش تعیین میکنه که برای چی این کارو میکنه. من که اینجا نشستم برای چی اصلا آرایش دارم یا اصلا برای چی آرایش ندارم. اما موضوع اینه که این جواب پاسخی که ما اینجا خواهیم داشت اینو نشون میده که آیا این جمهوری اسلامی یا فرهنگ انقلابه که از زن یک کالا ساخته که باید اینطور زیبا باشه، یا اینکه من واقعا عملیات خودمه و دارم از این ظاهری که مطابق این استاندارده برای اینکه مورد سوال قرار نگیرم، برای اینکه پذیرفته بشم، برای اینکه حرفم شنیده بشه، برای اینکه تو محل کار حوصله ندارم جواب بدم چرا ایش میکنم، چرا ایش نمیکنم، چرا این لباسو میپوشم، چرا من برای چی این کارو میکنم. و اون پاسخه که ما رو به اینجا میرسونه که آیا زن ایرانی عملیات داره یا نه، آیا از خودش میپرسه چرا این کار رو میکنم یا اینکه فقط داره این کار رو میکنه که مثل همه باشه. و این مثل همه بودن اون چیزیه که داره بهش فروخته میشه، اون چیزی که بهش به عنوان یک آرمان زن داره در واقع فروخته میشه. یا نه مردها هم همینطور. من دوست ندارم بگم زنها و مردها، انقدر کلیشه های حتی در مورد ظاهر، در مورد رفتار زنانه مردانه ما داریم توی فضای فارسی زبان، توی فضای ایرانی که هر کدومشون رو ما بپرسیم چرا به جواب های متناقضی شاید برسیم. اما این چراها که به ما میتونه جواب بده آیا افراد در جمهوری اسلامی عملیات دارن یا نه، که من میگم عملیات فردی ممکنه داشته باشن ولی عملیاتی نیستش که موجب تغییر اساسی برای رسیدن به یک جامعه دیگه بشه. بله خانم توحیدی، ببینید خب این نکته تو صحبت شما هست که قابل تعامله و درست هم هست. همیشه افراد تفریط میاره دیگه، افراد تفریط دو سر یک فرایندن. در شوروی هم که خب من یه مقدار روش کار کردم، زندگی کردم قبل از شوروی، فروپاشی و بعدش، این افراط و تفریط بود. اینقدر زمان استالین علیه آرایش و وسایل نمیدونم اینا رو غرب زدگی و اینا میدونستن و زن قرار بود مثل مرد باشه و اینا، که بعدش به صورت خیلی اقراق‌آمیز وقتی که شورای فروپاشید من اونجا ناراحت بودم واقعا. مثلا
حتی تو خیابون اینا سر کار میرفتن کفش پاشنه بلند میپوشیدن، دائما آرایش میکردن و اصلا لوازم آرایش یکی از بهترین هدیه هایی شده بود که شما میتونستین برای خانم ها بیارین. چرا وقتی من میگفتم چرا اینقدر اینجا زیاد به سر و صورتشون میرسن و اینقدر افراطی، میگفتن از بس ما رو محروم کرده بودن، از بس هی جلومون رو میگرفتن. حالا تو ایران هم واقعیت اینه که من وقتی میگم الان زنها این کار رو میکنن خودش یه نوع مقاومته، نمیخوام بگم این لزومن مثبته، این یه نوع عکس العمله، یعنی افراط و تفریطیه که در جامعه ما متاسفانه مثلا این همه دماغ عمل میکنن تو ایران، یا این همه ابسشن و یه جوری چی میگن وسواس ایجاد شده در مورد لباس، مود، آرایش و غیره، که من وقتی که بعد از سالها رفته بودم ایران همین گفتن تو چرا اینقدر لباسات مثلا مناسب نیست، دموده است و قیافت به خودت نمیرسی، این چه قیافه ایم کنم. ولی ما اونجا اینجوری زندگی میکنیم تو آمریکا، شماهای این خیلی انگار داریم میرین عروسی هر روز. آخه چه خبره؟ این افراط و تفریط این وضعیت موجوده. چیزی که شما عملیات میگید این نیست ضرورتا، نه این نیستش. متعاب ببینید وقتی یه زنی میره تو پشت روی یک سکوای میسه، رو سرش رو بلند میکنه و وای میسه در یه سکوت، این عملیاته، این داره این پیام داره، این داره مینامید. این خیلی نکته بود، ادامه انقلاب و ادامه مبارزه علیه به اصطلاح نقض حق انتخاب میدونم. زنان امروز میخوان حق انتخابشون رو پس بگیرن. آیا زنانی که انقلاب کردن داشتن با حق انتخاب نداشتنشون مخالفت میکردن که این ادامه اونه؟ من با شما موافقم که این ابراز و در واقع استفاده از عملیات و به بروز در واقع به عرصه خیابان آوردن عملیات یک فرده که بعد وقتی که یک کمپین میشه، وقتی که مستدام میشه، مستمر میشه، تبدیل میشه به یک فعالیت گروهی، فعالیت اجتماعی. اما این در ادامه انقلاب اسلامی نیست، این یک حرکت جدیده. من فکر میکنم هر جامعه ای که بود بعد از 40 سال حجاب اجباری که حتی قرار بود اگه یک روبان هم باشه حتما این اتفاق درش میافتاد، اما این نتیجه انقلاب اسلامی هست، شاید به خاطر در واقع به خاطر سیاست هایی که بوده، اما حاصل انقلاب اسلامی نیست که انقلاب اسلامی بهشون عملیات داده باشه. خب ببینید، من نوعی که در انقلاب شرکت کردم که دانشجو بودم به این اعتراض داشتم که حکومت شاه به من حق انتخاب نمیداد، نه به عنوان زن فقط، اتفاقا به عنوان زن من یه سری حقا به دست آوردم دوره زمان شاه، یک ازدواج اجباری arranged marriage به قول اینا داشتم که تونستم از حق طلاقی که قانون حمایت خانواده داده بود و یک قانون یک اصلاح شده مهمی بود که اون زمان ما به دست آوردیم، بتونم از اون ازدواج بیام بیرون. بنابراین من متوجه بودم که دارم یه سری حقوق اونجا به عنوان زن دارم، اما پادشاه اون مملکت به من گفت که یا عضو حزب رستاخیز باید بشین یا برین بیرون، یک حزب، یک نظر و یک سیستم دیکتاتوری بود. خب من به این دیکتاتوری اعتراض میکردم، من نوعی. بنابراین این اعتراض اتفاقا به آزادی داشتن حق، اینکه ما هیچ حزبی نداشتیم، اینکه من باید حتی کتاب صادق هدایت، مروارید صادق هدایت رو باید یواشکی میخوندم، اینکه نمیدونستیم آیت الله خمینی واقعا چی میخواد و با ناآگاهی رفتیم به هوای اینکه بله ایشون مثلا میخواد آزادی برای ما بیاره. اگه من کتاب هایشون رو خونده بودم که چون بانوانی فرید زنی گرچه من هیچ وقت دنباله آقای خاطر خمینی نرفتم، ولی نفهمیدم خطر رو. شما به عنوان یک زن ایرانی که معتقد هستید شرکت در اون انقلاب بهتون عملیات بیشتری داد، کنشگری، توانمندی بیشتری داد، بعد از 40 سال من که خیلی چیزا یاد گرفتم، اونا به من ندادن. همون انقلاب رو میکردید، همون انقلاب رو میکردید اگر بحث حقوق زنان براتون اولویت داشت؟ سوال بازم اگریه که بله، خیلی مشکله در سوال بسته‌کننده شناس. به عنوان یک زنی که عملیات زن براش مهمه چنین کاری میکردید یا فکر میکردید ظرف 40 سال در درون نمیکردم؟ یعنی حتما میرفتم، برای همینم امروز خیلی مواظبم که دنبال هر، خیلی مواظبم که با کی کار کنم و با من حتما میرفتم کتاب آیت الله خمینی رو میخوندم، به خصوص وقتی که او شد رهبر، بلکه از اول که او نبود،
از اول مبارزات ما از شبهای گوته شروع شد، از نویسندگان، کانون نویسندگان شروع شد، از مبارزات دانشجویی شروع شد. قرار نبود ما جمهوری اسلامی داشته باشیم. جالبه، این شما رو در یک موقعیت بسیار ظریفی از نظر استدلال ها در این بحث قرار میده. از یک طرف معتقد هستید که اگر با این ذهنیت کنونی در اون زمان واقع می شدید، ترجیح می دادید به جای انقلاب کردن کار دیگه بکنید. هنوز اصرار کنم، با اینکه اجازه نمی داد سیستم دیکتاتوری، اصرار کنم که میشه اصلاحات کرد. بله، و از طرف دیگه معتقد هستید که همین انقلابی که اگر امروز با این ذهنیت درش قرار می گرفتید به سمتش نمی رفتید، عملیات رو افزایش داد. یعنی به نظر میاد معتقد هستید که در مجموع علی رغم اون چه که ناخواستنی بوده، کماکان این نیروی زن ایرانی رو آزاد کرده این انقلاب، نه؟ بخشی از زنان ایران نیروش، مخصوصا زنان سنتی، آزاد شدن، بیشتر شدن، اومدن حضور اجتماعی پیدا کردن. و فرایند ببینید، آخه تنها یک، شما فقط میمونین روی انگار نقش دولت و اون انقلابی که یا دولتی که حاصل اون انقلاب بود، ولی ما فقط که دولت نیست که روندهای جامعه رو و دینامیسم جامعه رو تعیین میکنه، خود خانواده ها تو ایران نقش بازی کردن، نهاد خانواده و نسل قبلی، مادران ما، پدران ما، و اثرات بین المللی. یادمون نره چقدر تغییرات در سطح جهان، تکنولوژی جدید، آگاهی‌های جدید نقش بازی کرده. البته خانم راد با اون موافق هستن، ولی احتمالاً در مورد اون ببین، من که نبودم و خیلی فکر می‌کنم خیلی از بینندگانم نبودن، و ما به عنوان این نسل بعد از انقلاب بارها این سوال از نسل شما کردیم که آخه شما چرا انقلاب کردید؟ من به عنوان کسی که زن شناخته میشم، از شمایی که زن هستیم می‌پرسم شما دیگه چرا؟ اما الان می‌خوام از شما بپرسم واقعاً شما دیگه چرا؟ چون که اون عملیاتی که شما میگید در دوران انقلاب آزاد شد، اتفاقا دستوری هم اومدن توی خیابون، یعنی وقتی که تبدیل به یک تکلیف شرعی میشه شرکت کردن در تظاهرات، دیگه دستوره، دیگه اینکه زنی و مردی فرق نمیکنه، اینکه شما نبود. این بند رو اجازه رها میکنی، یعنی زنا دلشون میخواست بیان، شوهراشون نمیذاشتن، پدراشون نمیذاشتن. و ولی همونجا در دوران انقلاب زنانی که اعتقادی به دین ندارن، برای اینکه برن با کسی که حالا دیگه رهبر شده ملاقات بکنن، حجاب سرشون میکنن. قبل از اینکه حجاب اجباری بشه، عملیات زن ایرانی اون موقع کجا بود؟ اون موقعی که تظاهرات یک هفتگی 8 مارس ما به عقب برنمیگردیم داشت اتفاق میافتاد، مردان دوشادوش زنان نبودن، مردان داشتن از زنان مراقبت میکردن. برای اینکه دیگران اومدن حمله کردن، ما بارها این تاریخ رو شنیدیم از کتابای مختلف، از تاریخدانای مختلف، امریکایی ها، فرانسوی ها، فارسی زبان های خودمون، ایرانی خودمون. اما اون موقع اون عملیات، آیا قبول دارید که همون موقع شروع شد حقوق جنسیتی و برابری جنسیتی رو در اولویت های نه تنها دوم، سوم و چهارم قرار دادن؟ بله، و همون موقع مبارزه شروع شد. و آیا فکر میکنید که همچنان ما میتونیم از عملیات زن ایرانی در انقلاب صحبت بکنیم، چیزی که ما الان میگیم پیش بینی نمیکردیم، ولی همون موقع شاید میتونستیم پیش بینی بکنیم، اما این اولویت قرار ندادن و چشم پوشی کردن ازش موجب شده؟ ببینید، فقط زنان نبودن، اقلیت های قومی بودن، اقلیت های دینی بودن، همه اینا در انقلاب خیلی هاشون شرکت کردن، ولی سرشون بی کلاه موند و کلاه سرشون رفت. بنابراین شما نمیتونید حالا بگین که نه، پس اینا مثلا پسیو بودن، نه. و مبارزه هم از همون موقع شروع شد، یعنی اولین مبارزات رو زنان کردن و اقلیت های قومی، و سازمان های زنان بلافاصله شکل گرفتن، بلافاصله شروع کردن به بیانیه دادن، به اعتراض کردن، و متاسفانه سازمان‌های سیاسی اهمیت ندادن. بله. و اون حال داستانش سواز. اجازه بدید بحث رو از عملیات در مجاری رسمی و در صحنه‌های قابل مشاهده ببریم توی عملیات در زیست روزمره. دقیقا. اون چه که در پایین در جامعه ایران رخ داده. من نگاه میکردم به یک پیمایش سراسری، این لفظ تازگی تو ایران زیاد به کار میره، پیمایش سال 96 رو، یعنی خیلی جدید دیگه، رو نگاه میکردم. بر اساس این پیمایش زن ایرانی در حال حاضر، البته سال 96، در سال 96 6 سال دیرتر از یک دهه پیشش ازدواج میکنه.
و میدونیم که ازدواج کردن یا نکردن و زمان ازدواج یکی از اون صحنه‌هاییه که عاملیت زن ایرانی رو نشون میده. یعنی در واقع میگه که من تن میدم به این شرایط یا نمیدم، میگه که بهش آیا من شرایط ازدواج رو دارم یا ندارم. الان زن ایرانی 6 سال دیرتر از زن ایرانی 1 دهه پیش ازدواج میکنه بر اساس این پیمایش. این چی به ما میگه؟ مرد ایرانی چطور؟ مشکل ازدواج به عنوان تنها راه با هم بودن افراد دیگر جنسگرای همان جنسیتی تو ایران شناخته شده است. یعنی ازدواج خودش اون چیزی که جمهوری اسلامی داره خودش معضله. میگید مرد ایرانی چطور؟ مرد ایرانی این اختیار رو داشته دیرتر ازدواج کنه، این اختیار رو داشته که در سر شرایط اقتصادی چنین کنه یا چنان نکنه. مثلا اینه که الان زن هم مرد داره ایرانی اختیار چرا؟ رو پیدا چرا فکر میکرده که باید ازدواج بکنه؟ به خاطر اینکه این تصور ازدواج کردن یعنی یک پیوند دائمی داشتن، برای روابط جنسی داشتن، برای مادر داشتن بچه ها، برای اینکه یک ساختار هسته‌ای خانواده رو بخوایم بسازیم. حالا مرد ایرانی که الان با آزادی‌های جنسی بیشتری روبروه، زن ایرانی هم با آزادی جنسی بیشتری روبروه، یعنی دیگه آگاهی بیشتر، خیلی اصلا دلیل نمیدن ازدواج کنن. ازدواجی که بر اساس تبعیض جنسیتی، ازدواجی که حقوق زنها رو ازشون میگیره. که زنها چنین آگاهی دارن و این شرایط و میتونن انتخاب کنن که دیرتر ازدواج. آیا این نشان عاملیت نیست؟ البته که هست. برای همین من دارم میگم که این عملیات فردی و تلاش هایی که ما که نمیخوایم بگیم که جنبش فمینیستی کاری نکرده، برای همین شروط ضمن عقد الان تبدیل شده به یکی از خطرات بزرگی که جمهوری اسلامی باید باش مقابله کنه. برای همین داره سعی میکنه که شبکه‌های اجتماعی هرچه بیشتر و بیشتر محدود بکنه، برای اینکه صدای آگاهی رسانی کمتر برسه. اما من فکر نمیکنم که این ازدواج دیرتر فقط به خاطر عملیات زن ایرانی باشه، به خاطر اتفاقا اون موانع بزرگتر هم هست. اینکه بخواید ازدواج بکنید جهیزیه باید داشته باشید، بعدن از اون طرف مهریه باید باشه. مهریه‌هایی که حالا دارن قانون بندی میکنن، جهیزیه باید اینطور باشه، نمیدونم مهریه باید اونطور باشه، عروسی باید اینطور باشه. یعنی فقط این نیستش که من حق انتخاب دارم که همین زندگی که دارم با یک ازدواج هم داشته باشم، با دوست پسرم، با پارتنر جنسیم، با هر جایی که میخوام، اما حالا ازدواج نمیکنم. این ازدواج بهره هایی میده و یه سری مضراتی هم داره. مشکلات اقتصادی، بیکاری جوانان که خب خیلی مشکل میکنه ایجاد یک خانواده جدید رو. که معنیش این است که ما عاملیت زن ایرانی رو باید در بستر وضعیت جامعه ایران بسنجیم. بله. آیا بر اثر افزایش فقر عاملیت زن ایرانی هم لطمه نخورده؟ کلا فقر که عاملیت رو لطمه میزنه، ولی ببینید فقط ایران نیست. خب ما برای همین هی باید من تاکید کنم که پترن ها، یعنی این الگوهای تحول رو ما با جهانی نگاه کنیم. فقط در ایران نیست که سن ازدواج بالا رفته، فقط در ایران نیست که صرفا خانواده کلاسیک که هسته‌ای که یک مرد یک زن دو تا بچه دیگه، خیلی جا خانواده تعریفش عوض شده. من فکر میکنم که همونطور که شما گفتین نمیتونیم به طور خاص فقط روی سن ازدواج، اونم به صورت میانگین، اونم پیمایشی که از داخل ایران اومده، نگاه کنیم و بگیم پس زنان ایرانی عملیات بیشتری پیدا کردن. ما همین روزا که داریم با هم حرف میزنیم، بحث بر سر اینه که میخوایم به ازدواج کودکان در ایران پایان بدیم با تصویب طرحی که ازدواج زیر 13 سال رو ممنوع بکنه. یه شکل دیگه من اینجا بگم این حتی این مسئله ازدواج در یعنی کودک همسری یا ازدواج زودرس بازم فقط یه مشکل در ایران نیست. حتی در آمریکا ما الان یه کمپین جدید هست علیه ازدواج‌های زودرس که معمولاً در مناطق سنتی و ایالت‌ها، روستاها و شهرهای کوچیک در آمریکا هم الان گاهی هزارها دختر زیر 18 سال یا پسر زیر 18 سال دارن ازدواج میکنن و این خیلی لطمه میزنه. از این جهت لطمه میزنه که این زنان آماده. منظورتون اون در واقع محافل یا جمعیت های کوچیک مذهبی؟ نه نه، بیش از اونه قضیه. اتفاقا خود من، برای من یه آگاهی جدید بود این، چند ساله که متوجه شدم در آمریکا هم. میدونین چرا؟ برای اینکه استیت، مثلا فلان استیت، قانون حد اقل ازدواج نداره اصلا. هیچ کدوم از ایالت ها نه، بعضیاشون ندارن. در نتیجه غیر قانونی هم نیست. یعنی میتونه یه دختر 13 سالگی، مثلا دختر پسر دوست میشن، حامله میشه، بعد خانواده فشار میاره که شما ازدواج کنین.
و ازدواج میکنن، ولی این دختر آمادگی نداره که بچه درست تربیت کنه. بله، بله. و خیلی لطمه های دیگه اجتماعی خورده. بذارید به یه چیزی که هر دو مهمان بهش اشاره کردید بپردازیم که یه مقدار مشخصتر راجع به زنان ایرانی صحبت میکنه، به این شکل که میپرسه که کدام دسته از زنان ایرانی عملیات بیشتری داشتن؟ هر دوی شما گفتید که زنان بخش سنتی اجتماع عملیات بیشتری یافتن. آیا چنین واقعا چنین دستبندی میشه کرد یا یه دستبندی دیگه باید کرد؟ برای اینکه خیلی هم میگن قضیه طبقاتیه، یعنی زنان اقشار پایین اومدن توی انقلاب، زنان مناطق حاشیه شهری اومدن توی انقلاب و اینها عملیات بیشتری یافتن، در شرایطی که زنان طبقه متوسط مدرن شهری از پیش عملیات رو داشتن. کدوم یک از اینها فرموله شاید دقیق تریه؟ من فکر میکنم که اگه یک دایمنشن، یه در واقع بعد دیگر نگاه کنیم و ببینیم اون افرادی که اتفاقا فکر میکنن انقلابی که یک پسوند اسلامی داشته باشه، یک جمهوری که پسوند اسلامی داشته باشه و قوانین اسلام به اونها آزادی های بیشتری میده، اونها بودن که وارد این سیستم شدن و تونستن عملیاتشون رو بیشتر نشون بدن. خانواده هایی که قبل از اینکه انقلاب اتفاق بیفته دوست نداشتن که دخترشون برن دانشگاه، برای اینکه دانشگاه محیط مختلط بود و اونا فکر میکردن که دینشون، دینداریشون و حتی خود اون دخترشون، فرزندشون مورد خطر قرار میگیره. اونها بودن که تونستن یک قشر جدیدی از دانشجوها و بعد تحصیل کرده ها و بعد مادرها و بعد همینطور الی آخر رو در واقع وارد جامعه بکنن و شاید اونها هستن که تونستن بیشتر عملیاتشون رو نشون بدن. و این افراد در همه طبقات بودن. بخش سنتی اجتماع که بخش همونطور که میگم، من دوست ندارم بگم سنتی بهشون، دوستان بگم افرادی که فکر میکردن این پسوند اسلامی بهشون یک فضای بازتری میده که میتونستن جزء قشر سنتی باشن، هر طبقه ای از جامعه باشن. افرادی بودن که خیلی هم متمول بودن، طبقات بالا بودن، اما به هر حال یک تهمایه‌های، شما دوست دارید بگید سنتی، من دوستان بگم مذهبی داشتن که سکولار نبودن، لایسیته رو قبول نداشتن اونقدر که باید. فرمولی رو شما میپذیرید؟ یعنی این زنان بخش مذهبی جامعه بودن که عملیات بیشتری یافتن، چنین میشه گفت؟ مذهبی و سنتی، معمولا بخش های سنتی که من میگم به این معنا که هم با اقتصاد سنتی گره خورده بود، بازار و تولید خرد و یا کشاورزی، و هم به این دلیل میگم سنتی که سنت های و مذهبی که سنت هایی که معمولا با مذهب گره خورده بود رو بیشتر خریدار بودن تحت نفوذش بودن و اینها رو، یعنی واقعیت اینه که خب روند مدرن تجدد در ایران، تجدد که بیشتر هم از بالا بود مثل خیلی کشورهای خاورمیانه، جامعه رو در واقع یه نوع دوال سوسایتی دوشقه کرده بود و یه تفاوت خیلی فاحشی بود بین ماها که به اصطلاح حتی در درون خانواده ها، بین خانواده گسترده رو میگم، فامیل دو شقه شده بود، میگفتن فلانی هنوز سنتیه، گاهی هم این سنتی رو با لحن بدی به کار میبردن به صورت تحقیرآمیز، اومله، و به همین دلیل هم اونا حالت یه تحقیر شدگی حس میکردن. زنای چادری که یه مقدار میگم این یه اعتماد به نفس بهشون داد این انقلاب، این بود که دیگه تحقیر نمیشدن بلکه شده بودن الگو از طرف حکومت. یعنی زمان ولی شاه اینا زنانی بودن که در حاشیه بودن. خود من مثلا در خانواده گسترده ما جز اولین زنانی بودم که بی چادر شدم، بی حجاب بودم و خیلی هم فشار روم بود به خاطر بی حجابیم. دو تا پدر بزرگ من هر دو روحانی بودن و این خیلی کار مهمی بود، یک سنت شکنی مهم بود که من برم دانشگاه، و بنابراین این دو شقه شدن بود واقعا در جامعه. اما بعد از انقلاب چی شد؟ تیپای من خیلی چیزا از دست دادیم در همون، من مثلا بخوام خانواده سنتی و تیپای سنتی و چادری ما اومدن خیلی مشاغل گرفتن، اومدن وارد، خیلی صداشون بلند شد، اعتماد به نفس پیدا کرد. به گفته خودتون تیپای مثل شما، میخوام راجع به اونها از خانم راد بپرسم. خب این زنان شرکت کننده در انقلاب مدرن بدون حجاب، شبیه خانم توحیدی، اینها
خیلی هاشون شدن سیاسی حرفه‌ای، همونجوری که من تو مقدمه گفتم. خیلی هاشون از ایران بعد از اون زدن بیرون، ولی خیلی هاشون گرفتار شدن. از شمار زیادی از خود همین ها اگر بپرسیم، از جمله خانم تودی، میگن عملیات به ما داد این انقلاب، برای اینکه همون سیاسی شدنمون هم نتیجه انقلاب بود. در جواب اینها چی میشه گفت؟ به خصوص که همونجوری که پیشتر اشاره شد، عملیات احساس خود شخص به کنشش، بله، نه اینکه ارزیابی شما از کنشش. ببینید، هر انقلابی عملیات رو به نمایش میذاره، به این دلیل که افراد وارد میان خیابون شعار میدن، همون شعار دادنی که الان میدونیم تو ایران ممنوعه و اصلا دیگه جایی نیستش که بخواد. اما این خانم توحیدی میگه بعد اما حاضر نیستن برن تو خونه، حتی اگر از زندان سر در بیارن. بله، حاضر نیستن برن تو خونه، اما جو عمومی رو چقدر میتونن دیگران رو ترغیب بکنن به اینکه اونها هم عملیاتشون داشته باشن. ببین، در ادامه همین اتفاق ما 40 سال و شاید هم بیشتر تبلیغ یه جور فمینیسم اسلامی داریم که همون هم حتی تو ایران از طرف رژیم داره محکوم میشه. اینکه چطور ما با اینکه توی یک جامعه هستیم که اسمش از جمهوری اسلامی، قوانین اسلام هست، ما همچنان داریم دنبال فمینیسم میگردیم و فمینیسم اسلامی، نه اینکه ما فمینیسم مسلمان، من نمیگم فمینیسم اسلامی، و اصلا فکر نمی کنم ما فمینیسم کاتولیک نداریم. ما فقط اگر جمهوری اسلامی به وجود نمی اومد، من فکر نمی کنم اینقدر روی فمینیسم اسلامی توی دانشکده های مختلف خارج از ایران و بعدش توی جامعه زینب و نمیدونم اینجور انجمن های داخل ایران تاکید میشد. منظور من اینه که اگر عملیاتی داده شده، بعدش اون عملیات ممنوع شده برای همه، مگر اون قشری که توی اون قالب جمهوری اسلامی و قوانین فقه میگنجیدن. نکته جالبیه خانم توحیدی، شما فمینیست، بله، شما فمینیسم اسلامی رو به عنوان یکی از نشانه های عملیات زن ایرانی میشناسید، یا اونجوری که برداشت من میشه از صحبت های خانم سودیر در واقع نشانه گرفته شدن عملیات از زن ایرانی؟ ببینید، فمینیسم اسلامی یه نوع عکس العمله، یک نوع عکس العمل مقاومتی و یه راه پیدا کردن، یه نوع باز همون چونه زدن و نگوشیشن ویت پاتریارکی. یعنی زنان دارن، حالا زنانی هستند که دین باورن و بنا هم بوده که اون اسلامی که اونا درک کردن و وعده هایی که داده شده، این یوتوپیای اسلامی، بیاد به اینا حق و حقوقی بده. بعد میبینن نیومده، میگن خیلی خب، پس لابد اشکال ما فقه ماست یا این روحانیت حاکمه که اسلام رو داره پدر سالارانه بر ما غالب میکنه. و یه نوع مقاومته، یه نوع مبارزه زنان دین باور و معتقده که میخوان به حقشون برسن. حتی خیلی از فمینیستای اسلامی ما متوجه شدن نه، راه حل اینه که قوانین عرفی بشه. چرا؟ چون نمیتونن قانع کنن همه، به خصوص روحانیون رو، که اسلام اونی نیست که شما میگویید. بله، متوجه هستم. بذارید پیش از پایان برنامه راجبه یه عرصه صحبت بکنیم که خیلی مهمه، ولی تو برنامه راجبش صحبت نشده. من از یکی از زنان پژوهشگر داخل ایران یه جمله خوندم که خیلی گویا بود، ممکنه باهاش موافق باشید، ممکنه نباشید، ولی جمله گویاییه. این پژوهشگر ایرانی میگه که در ادبیات ایرانی تا پیش از انقلاب زن یا مرده بود یا مجنون بود. مثلا زن توی بوفکور صادق هدایت رو میتونید تصور کنید، ولی میگه بعد از انقلاب سیری بود، یعنی به دست نیامدنی بود. بله بله، بعد از انقلاب ایشون میگه زن ایرانی اصلا خودش نویسنده شد و زنانی آفرید که دنیای خودشون رو تغییر میدن و اینا نه مردن، نه ضرورتا مجنونن و نه دست نیافتنی هستن، اینا زنان واقعی هستن. این زنان نویسنده به این ترتیب یه تصویر دیگه از زن ایرانی دادن. فکر میکنید این هم از اون چیزهایی بود که در هر حال، فارغ از اینکه در ایران انقلاب شد یا نشد، یا میشد یا نمیشد، اتفاق میافتاد، یا نه این انقلاب یک مهری کوبید روی جامعه ایران که پاک شدنی نبود و در ادامش زنان ایرانی وارد حوزه های مختلف میشدند، از جمله در حوزه ادبیات و ادبیات متفاوتی میافریدند. و اینکه در حوزه ادبیات تقریبا میشه گفت که یه تقسیم بندی میشه کرد، ادبیات بخصوص داستانی پیش از دهه 60 و ادبیات بعد از دهه 60 که توش میبینیم زن
اصلا صدای نه تنها در اقلیت نیست بلکه در خیلی از جاها میبینی صدای اکثریته. در سینما ایران هم میشه. در سینما هم من فکر میکنم که این روندی بود که اتفاق میافتاد برای اینکه برای قرنها زنانی که اصلا در عرصه علمی در از همه عرصه ها حضور داشتن هی محو شده بودن و کسانی که تاریخ رو نوشتن نه تنها مرد بودن که مردهایی با تفکر مرد سالارانه بودن. خیلی از اختراع اتفاق میافتاد ولی به اسم همسر یا پدر یا یک کسی که مرد بود ولی دو سه سال بعد این کارو کرده بود به ما فروخته شده در واقع. اما در این حال وقتی که ما میگیم که ادبیات زنانه اگر چیزی به این اسم وجود داشته باشه بعد از سال 60 خودشو نشون داد، بعد از وقتی بود که زنان مادر شهید بودن، افرادی بودن که مرد از دامن زن به معراج می رود، یعنی دوباره اون مقدس سازی زن بود که شروع کرد خودش رو نوشتن و اون در واقع زمانی که برای خودش بود و کنج خونه باید میشست و مینوشت رو از آن خودش کرده بود و طبیعتاً که یک عملیاتی هم داره. من نمیخوام بگم همش بده، اما وقتی که بروز پیدا کرد دیگه جای خالی بود، یعنی فرصتی بود که بهش داده شده بود برای اینکه بیاد این جای خالی رو پر بکنه. خانم توحیدی، این تحول نویسندگی زن و تحول تصویر زن در تمام نشده بود حرفم بفهم. ببخشید. ولی خب بعد بگم که خیلی از نویسنده ها بودن که از پیش از انقلاب مینوشتن. بله ما داشتیم دانشفر فروغ فرخزاد دقیقاً و زن‌های دیگه تا سال‌ها بعد از انقلاب خوندن اون نویسنده‌های زن ممنوع بود. گاهی اوقات میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. خدای زنان اتفاقاً کمکشون کرد که بیشتر خداگاهیشون و بیشتر متوجه بشن و خیلی جاها قلم شد اسلحه‌شون و یکی از جاهایی که اتفاقا زن رو خوش درخشیدن عرصه ادبیات و عرصه سینما و هنر هاست علی‌رغم بازم موانع موجود. بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که پایین بحث نشستید و همینطور از مهمان های برنامه سوده راد و نیره توحیدی. پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین ها به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. شب و روز بر همه شما خوش.